من از مجلس دهم در اینجا باید تشکر بکنم، سپاسگزاری بکنم به خاطر حمایت هایی که کردند، به خاطر همکاری هایی که با هم داشتیم، به خاطر تفاهماتی که با هم داشتیم. میتونستیم تفاهم بیشتری داشته باشیم و این امیدواری رو من میذارم برای مجلس بعدی. آرزوی من اینه که روابط ما با مجلس آینده‌ای که از هفته بعد، از هفتم خرداد شروع میشه، روابط نزدیکتری باشه. این به نفع مردمه، این موجب خوشحالی مردم میشه. همه اختیارات مال مردم است. این مردم هستند که برای یک دوره محدودی در اختیار افراد میذارن قدرت رو، قدرتی که مال خودشونه، در اختیار اون افراد قرار میدن و از اونا میخوان که در چارچوب قانون اساسی و در چارچوب تعهد و قولی که اونها نسبت به مردم دادند و قسمی که یاد میکنند ادا بکنند. پس در اینجا هیچ تفاوتی بین دولت و مجلس نیست. ما همه به عنوان خادمان مردمیم، ما همه به عنوان وکیل مردم هستیم، در کنار یکدیگر هستیم و انشاءالله در مجلس آینده که هفته آینده کار خودش رو آغاز میکنه و شروع میکنه، ما انشاءالله همکاری نزدیکتری رو آرزو میکنیم. این که حالا تو ذهن مردم است که این مجلس از کدام جناح است، این دولت از کدام جناح است، اینا فرعیات مسئله است، اینا مسئله خیلی مهمی نیست. یعنی به نظر من همه این جناح بندی ها وقتی که نماینده میاد در صندلی خودش قرار میگیره و احساس میکنه بار مسئولیت سنگین ملی بر دوشش هست، اون بار سنگین همه اون چیزا رو میزدایه، اون شرایطی که به عنوان شرایط حزبی و جناحی و اینها بوده. دولت هم همینطوره. دولت هم وقتی میاد روی این صندلی مسئولیت قرار میگیره، اون بار اونقدر سنگینه که اون مسائل رو باید از یاد ببره و فراموش بکنه. ما به فال نیک میگیریم کار و فعالیت مجلس شورای اسلامی جدید رو بعد از ماه مقدس و مبارک رمضان در ماه شوال، و ما از همینجا اعلام میکنیم که ما در چارچوب قانون اساسی در کنار مجلس شورای اسلامی خواهیم بود و معتقدیم باید دست به دست هم بدیم و مردم این رو از ما میخوان.